سرخط مهمترین خبرها. بعدی تنقید پریزیدنت درباره صفت اینترنت قانونی نو قبول می شود. پوتین برای همسرش خانه کلانترین را خریده است. و کاتب دولتی آمریکا گفت با سیاه مرکزی 25 میلیون دلار کمک می کنند. درود بینندگان عزیز، با امید روز روزگار خوب برای شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 1 مارس سال 2023 است. حکومت تاجیکستان قانون نو درباره علاقه برقی را به پارلمان پیشنهاد کرده است. قانون مذکور که بخش‌های علاقه و اینترنت را در کشور تنظیم میکند، بعد تنقید پرزیدنت از نو تهیه شد. امامعلی رحمان در پیام اخیرش به پارلمان و هم در جلسه سالانه حکومت از دسترسی به اینترنت در کشور به خصوص نرخی گران و سرعت سستی آن انتقاد کرد. پرزیدنت در پیامش به پارلمان دستور داده بود که قانون درباره علاقه برقی بازنویسی شود. درباره قانون نو علاقه برقی مقامات رسما چیزی نگفتند. در خبرنامه رسمی دفتر مطبوعاتی پرزیدنت آمده است مقصد از تهیه نمودن قانون تامین امنیت اطلاعاتی، رقابت آزاد و رشد ساحه، پیشگیری تهدیدهای نو و مبارزه بر ضد جنایتکاری با استفاده از شبکه‌های علاقه برقی و غیره میباشد. این قانون باری اخیر سال 2017 قبول شده بود و نکته که از آن به یاد مانده است ثبت نام دیگر باره سیم کارت ها است. این حالت نو و پایه‌های دراز را در نزد شرکت های موبایلی به میان آورده بود. معلوم نیست که در قانون نو این مقررات باقی مانده است یا آن را از بین برداشتند. فردا 2 مارس میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان می آید. بر اساس خبری رسمی هدف از سفر 2 روزه جناب میشوستین شرکت در کنفرانس 9 همکاری بین منطقوی و بیزنس فورم تاجیکستان و روسیه است. مقامات تاجیکستان میگویند که نخست وزیر و همزمان رئیس حکومت روسیه در سفرش به تاجیکستان با مقامات بلندپایه کشور نیز در دوشنبه دیدار خواهد کرد. به خاطر سفر میخائیل میشوستین چند روز اخیر در کوچه های دوشنبه پرچم های تاجیکستان و روسیه نصب شدند. این سفر در حال صورت میگیرد که قبلا رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه انتقاد کرده بود که بند نشست های تجارتی بعد دوشنبه مقام های بلند را نمی فرستند. سفر مقامات بلندپایه روسیه به تاجیکستان در داخل کشور به خصوص میان مهاجران و نزدیکان آنها جالب است، اما هنوز معلوم نیست که در جریان دیدار و ملاقات های میخائیل میشوستین در دوشنبه مسئله مهاجران کاری تاجیک در روسیه بررسی می شود یا نه. از روسیه یک خبر دیگر هم داریم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای قهرمانی المپی آلینا کبای و کلانترین خانه در بلند آشیانه های این کشور را خریده است. طبق تحقیقات رسانه پرایکت، پول خانه از همیان پوتین شرکت آفشاری اربی را در قبرس پرداخت شده است. خانه پنتهاوس دو آشیانه در مجمعه زیست کارالوفسکی پارک در شهر سوچ جایگیر بوده 2600 متر مربع مساحت دارد. در آن حوض شناوری، کینوتئاتر و میدان برای فرودگاه چرخبال نیز ساخته شده است. طور پرایکت معین کرد خانه را سال 2011 الگ رودنوف با نام خود ثبت کرده است و پول آن از حساب شرکت آفشاری ارمی را در قبرس که همیان پوتین نامیده می شود پرداخت شده است. رودنوف خانه را تقریبا 90 میلیون روبل 5 برابر کمتر از نرخ گذاشته شرکت ساختمانی خریده است. الگ رودنوف از دوستان قدیمی پوتین است. منبع‌های رسانه تصدیق کردند که رودنوف این خانه را محض برای کبای و خریده است. آلینا کبایوا مدیر گروه رسانه‌های ملی روسیه است و از وی معشوقه یا همسر ولادیمیر پوتین نام می‌برند. ضد او بعضی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و کانادا تحریم اعلان کردند. در یک سال جنگ بی‌دلیل روسیه علیه اوکراین میلیون‌ها ساکنان ملکی این کشور مجبور شدند ترک وطن کرده در کشورهای گوناگون پناهجو شوند. اگر بخش کلان پناهجویان به اروپا رفته باشند، یک قسمشان تا آمریکا رسیدند. گزارش صدای آمریکا را درباره یک عائله پناهجویان اوکراینی همکارم خیرمان بخازاده تقدیم میکند. خانواده ایرادنکا با دنور در دایره یک برنامه حکومت آمریکا با نام متحدی به خاطر اوکراین آمده است. آنها همراه با پسر 8 ساله‌شان زخری راهی درازی را از لوف به پولشا و از آلمان به آمریکا طی کردند. شدیم که با مردم معاشرت میکنیم. البته او دوستانش را یاد میکند، ولی وقتی بعد مکتب او را شد میبینیم ما هم خرسند میشویم. وقتی ما 5 ماه پیش آمدیم من انگلیسی گپ نمی زدم. آموزگاری بهترینم خانم کندال است، چون که بسیار یاری می کند. او مهربان و با مسئولیت است.
سیم نویم چه دوش واشک ادپتیواتسی همه چیز نو است و اگر کسی را نشناسی جای رفتن مشکل است. ما شدیم که صاحب خانه به پیش شرط به اجاره راضی شد. ما حتی نمیدونستیم که باید تاریخچه قرضگیری داشته باشیم. این چنین مسئله های مثل خرید ماشین، پیدا کردن مکتب، گرفتن شهادت نامه، رانندگی و دیگر سندها در خانه آسان تر است. اینجا کمک لازم است. دوستانشان در دنور با خانه و کلیسای محلی با میبل یاری کردند. الک رادنکا در یک فروشگاهی ماشین کار یافت. آنها مرا یک ماه بعد در شبکه‌ها یافتند و کار پیشنهاد کردند. کمی مشکلی زبان داریم ولی آنها آدمان خوبند و ما هم با یک راه یکدیگر را میفهمیم. در اوکراین ناتالی رادنکا محاسب شرکت شویسری نستلی بود. همین شرکت هم او را به دفتر خود در دنور به کار قبول کرد. تمام این سال ها من با همکارانم در خارج کار میکردم ولی انگلیسی کم گپ زدم. صحبت همه روزه و دائمی به زبان انگلیسی با دانندگانی آن کمی فرق میکند. از شیوه استقبالشان در امریکا شاد هستند ولی آرزوی خانه و وطن ترکشان نمیکند. می خواهم هرچی زودتر به اوکراین روم. هر شنبه با بابا و بیبی همون ویدیویی صحبت میکنیم. آنها مرا یاد میکنند. ایرادنکا و پناهجویان دیگر در دنور از کمک جمعیت اوکراینی های محلی فراوان استفاده میکنند. این سازمان اینچنین با یاری های خیریه تیبیش برای اوکراین شناخته شده است. انتونی بلینکن کاتب دولتی آمریکا در جریان سفر رسمی خود به شهر آستانا پایتخت قزاقستان به کشورهای آسیای مرکزی به خاطر کاهش وابستگی از روسیه کمک وعده کرد. بلینکن در نشست اسپنجم یک ملاقات با وزیران کارهای خارجی پنج کشور آسیای مرکزی در آستانا خبر داد که واشنگتن برای دولت‌های منطقه 25 میلیون دلار جدا می‌کند. او در پس منظر تجاوز نظامی روسیه به اوکراین اظهار داشت که ایالات متحده از استقلال، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی مردم آسیای مرکزی جانبداری خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان خبر داد که رئیس جمهور قاسم جمهور تاقایف سفر بلینکن را یک تکان ایلاوگی به همکاری های دو کشور نامیده است. نشست اسپنجم یک از سال 2015 برگزار می‌گردد و این یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. سفر بلینکن به پایتخت قزاقستان و ازبکستان اولین بازدید او از منطقه به حیث دیپلمات ارشد در حکومت جو بایدن میباشد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 مارس را فرا میگیرد. یکم مارس سال 1967 حکومت شوروی تاجیکستان برای قدردانی دانشمندان و ادیبان تاجیک دو جایزه معتبر تأسیس کرد. جایزه دولتی به نام ابو علی سینا برای قدردانی پیشرفت‌های علمی و فنی و جایزه به نام ابو عبدالله رودکی به ادیبان و کارمندان بخش هنر و معماری تأسیس شد. نمایندگان علم و ادب زیاد مثل میرزا تورسونزاده، رؤوف براتوف، علاءالدین بهاءالدینوف، حامید منصوروف، محمدجان شکوری، جمعالدین طلبک نظرف و دیگرها برنده های این جایزه شدند. ولی انتقاد از ارزندگی برنده و محصولات ایجادش هم کم صدا نمی‌دهد. 1 مارس سال 2015 در انتخابات پارلمانی تاجیکستان اولین بار بعد پایان جنگ شهروندی و امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پارلمان کشور هیچ یک نماینده اپوزیسیای واقعی بخصوص از حزب نهضت اسلامی راه نیافت. نیم سال بعدش در تاجیکستان این حزب پوره بسته و ممنوع شد و 1 مارس سال 2020 انتخابات پارلمانی نوبتی بدون شرکت نامزدهای این حزب برپا شد. از آن زمان منعقدان و شورای سیاسی فضای تاجیکستان رکود و محدودیت بیشتر آزادی های سیاسی را مشاهده می کنند. روز 1 مارس سال 2021 در 86 سالگی هنرپیشه تئاتر و سینما فاطمه غلامова درگذشت. دختری پناهنده های ایرانی همراه با خواهر و برادر هنرمندش ساجیده و اسفندیار غلامова در فضای تئاتری بزرگ شده، همسری حبیب الله عبدالرزاقов بود و مادر کارگردان معروف برزو عبدالرزاقов است. تا آخر به صحنه صادق ماند.
صبح 1 مارس در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی تا 1090 سومان ارزش دارد. 1000 روبل روسی باشد با 143-145 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. فردا در همین وقت و ساعت شما را انتظاریم. خدا نگهدارتان.